نامش حرز جان ماست و ثنایش گوهر تیغ زبان ما. همه چیز بهانه است تا از او بگوییم و نجوایی بخوانیمش، با ساقی صدایش کنیم، با همراز به خود بخوانیمش و بگوییم که ما را دریابد. سلام به شما آشنایان راه و سلام به شما دوستداران برنامه کتیبه. خرسند هستیم که با شما عزیزان همراه هستیم، اما پیش از همه می‌بینیم که پردازش های این هفته برنامه چگونه است. معرفی پست مدرنیسم، معرفی آن یودرلند، محفل بزرگداشت از محمد شریف سعیدی شاعر معاصر، روز بزرگداشت سعدی شیرازی، روز بزرگداشت عمر خیام، درگذشت مارک توین نویسنده و داستان نویس آمریکایی، درگذشت محمد امیر مکری شاعر کرد، درگذشت ملک و شعرای بهار ادیب و سیاستمدار ایرانی، درگذشت سهراب سپهری شاعر معاصر ایرانی، درگذشت اقبال لاهوری شاعر و متفکر شبه قاره هند. همانطوری که گفته شد در این هفته به معرفی پست مدرن می‌پردازیم. پست از نگاه لغوی به معنای مابعد فرا می‌باشد و پست مدرنیسم به مفهوم فرا تجددگرایی یا فرا نوگرایی می‌باشد. پست مدرنیسم مانند بسیاری از اصطلاحات و تعابیر دیگر دچار بی‌ثباتی و تزلزل در معناست. یعنی یک نظریه نظامن با فلسفه جامع و فراگیر نیست، بلکه یک پیکره پیچیده در هم و متنوع از اندیشه ها و دریافت ها و تشخیص ها می باشد که از کثرت پدیده های مرتبط به هم جلوگیری می کند. پست مدرنیته بیانگر سقوط یا دگرگونی و تحول تند در شیوه های مدرنیته سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که از اواسط قرن 19 تا اواسط قرن 20 در بیشتر کشورهای سنتی غرب بچه غالب و مسلط را دارا بود، که جزئیات بیشتر را در مورد پست مدرن با هم می‌بینیم. پست مدرنیسم در زبانی فارسی و فرانوگرایی یا نوگرایی، پسامدرنیسم و فرامدرنیسم و غیره ترجمه شده است. از اصطلاح پسامدرنیسم در تاریخ ادبیات اسپانیا پیش از جنگ جهانی اول و در تاریخ ادبی آمریکای لاتین در سالهای میان دو جنگ جهانی استفاده شده است. مدرنیسم به لحاظ تاریخی محصول رنسانس است و اومانیسم یا انسان محوری نیز با رنسانس آغاز می شود و اومانیسم اندیشه انسان محوری را مستقل از خدا و وحی الهی مطرح می کند و می توان اومانیسم را به عنوان جوهر، روح و باطن روی کرده مدرنیستی تلقی نمود. در قلمرو مدرنیسم، دین مرکزیت خود را نسبت به زندگی اجتماعی و سیاسی از دست می دهد و به صورت مجموعی از دستورات و تعالیم اخلاقی و شخصی در می آید. در واقع پسامدرن بیانگر همان پرسش های اصلی مدرنیسم است، با این تفاوت که این بار پرسش ها به گونه آگاهانه مطرح می شود. دیگر این که مفهوم پست مدرنیسم را نباید با جامعه فرامدرن و فراسنتی خلط کرد. لیوتار معتقد است پست مدرن عصر تشکیک یا مردن تعاریف منطقی است و این تشکیک به طور حتم از پیشرفت علوم حاصل شده است. تری اگلتون نیز دوران پست مدرن را عصر استقلال ذاتی از هنرها و فنون پایه و نیز عصری از بین رفتن مرزهای بین فرهنگ و جامعه سیاسی می دارد. باید توجه داشت زمینه هایی که واژه پست مدرنیسم به کار رفته بسیار چشمگیر و در خور توجه است که می توان به موارد چون موسیقی، هنر، رمان، فیلم، عکاسی، معماری، ادبیات، فلسفه، انسانشناسی، جامعه شناسی اشاره کرد. مدرنیسم اصول و چارچوب خاصی ندارد. این مکتب یک مکتب اصول ستیز و چارچوب گریز است. با این حال و برخی از عناصر و مؤلفه‌های سلبی و اثباتی این نظریه اشاره می‌کنیم.
کسرت‌گرایی و مخالفت با هر گونه وحدت‌گرایی، نسبیت‌گرایی، هیچ‌انگاری، تأکید بر زبان گفتمان، تضاد بیشتر را با هم می‌بینیم. تنوع، تکثر، انشعاب و پراکندگی از اصول اولیه این مکتب است. پست مدرنیست ها با هر گونه مرکزگرایی، اقتدارگرایی و مرجعیت باوری مخالفند. یعنی توجه به یک حقیقت مرکزی برای زندگی را نفی می کند و با تکثرگرایی و پلورالیسم موافقند. معتقدان این مکتب به هیچ حقیقت مطلق و ثابت قائل نیستند و همه چیز را یک حقیقت نسبی می دانند. تلاش جامعه سنتی عمدتاً بر مبنای نظریه مشیت الهی قرار داشت و بنابر این نظریه کل جهان هستی با نظارت و هدایت خداوند در حال حرکت و پیشرفت به سوی هدف خاصی است. اما در مکتب مدرنیسم به جای مشیت الهی جانشین دنیوی آن یعنی تفکر پیشرفت مادی را نشاندند و برنامه‌های عقلانی و علمی را به جای مشیت خداوند و تعالیم وحیانی قرار دادند. اما پست مدرنیسم در واقع به جای اعتقاد به نیروی الهی هجنگاری و پوچندشی را نهاد است. بدین ترتیب به هدفی، نداشتن غایت، مشارکت در هرج و مرج، انشقاق، ابتذال، بی‌محوری، بی‌مرکزی و پوچ‌اندیشی تفریح و سرگرمی پست مدرنیست هاست. آنها به قید و بندی و لابالیگری را به تعبیر خودشان مفری از دنیای وحشتناک مدرن و فشار قوانین خشک رسمی آن می دانند. پست مدرنیسم تمام معرفت را محصول گفتمان می دانند. گفتمان یکی از بحث هایی است که در دهه های اخیر مورد توجه نظریه پردازان مختلف مخصوصا پست مدرن ها قرار گرفته است. بر اساس نظریه گفتمان حقیقت را نمی توان در یک معرفت و فرهنگ خاص محصور کرد. ریشه این اندیشه از همان نگاه پلورالیستی و نسبیتگرایی به تمام معرفت هاست. چنانکه گفته شد این دو مقوله اساس تفکر پست مدرنیسم می باشد.